من الهام حسینی هستم و شما تصویر ما رو از دومین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا در مصلی تهران استودیوی سلام سینما و تئاتر آنلاین می‌بینید. مهمون این لحظه ما نویسنده و کارگردان خوش‌ذوقی به اسم آقای درخشان در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. خوشحالم که تو این فضا تونستم خدمتتون باشم. شما. مرسی ممنون. آقای درخشان اول من از شما بپرسم که شما مشغول به چه کارهایی هستین هم در فضای نمایش خانگی ویودی ها و هم در سینما در تلویزیون هم اگر کاری میکنین بگید. در حال حاضر که در حال نوشتن یک کاری هستم برای یک پلتفرم در اصل کار انجام میدم علوش چون هنوز اسمش مشخص نشده اون پلتفرم ولی حالا داریم متنش رو میام مینویسم که ان شاءالله اگر خدا بخواد در مقام نویسنده و کارگردان ولی دارم در شروع نوشتنش هستم که ان شاءالله اگر خدا بخواد بتونیم کار بسازیم برای اون پلتفرم. خیلی هم عالی. سینمایی چی؟ سینما یک کاری هست یک کار تاریخی هست که در حال گرفتن مجوزش از ارشاد هستیم. کار تاریخیه که توی استان گیلان اتفاق میفته. کار خیلی جذاب و خوبی هست. اون هم داریم حالا کارش انجام میدیم که ان شاءالله خدا بخواد امسال یا حالا اوایل سال دیگه شروع بشه. خیلی هم عالی. آقای درخشان با توجه به اینکه شما نویسنده این و قوانینی که وجود داره در فضای در واقع قانونگذاری تئاتر نمایشگاه خانگی و هم همچنین سینما برای نویسندگان فکر میکنم یک قدم جلوتره این تیغ قوانینی که وجود داره. اینو یه ذره بیاین با هم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خدمت عرض کنم که واقعیتش اینه که ما الان داریم یه فضایی نویسندگی میکنیم و کار می‌نویسیم که مردم چه بخوایم چه نمیتونیم واقعا واقعیت رو کتمان کنیم توش. واقعیتش اینه که مردم الان توی یه فضای جهانی هستن. دارن فیلم‌هایی می‌بینن با موضوعات خاص، اتفاقات خاص و حالا جذابیت هایی که نویسنده های خارج از کشور از ما خیلی راحت تر میتونن دنبالش بکنن. بعد ما باید تو حالا عبارتی با دست و پا بسته یه سری کارا بنویسیم. این واقعیت ماجراست. یعنی اینکه شما من به عنوان نویسنده خب میتونه باید یه چیزی خلق کنم که مردم باورش کنن. وقتی شما این کار انجام میدی و بعد هی حالا یه سری اتفاقات که هی سانسور بشه، هی اینو کم کن، حالا اینو زیاد کن، واقعیتش اینه که الان دیگه بیننده ما بیننده 10 سال پیش نیست، بیننده 15 سال پیش نیست، بیننده روزه. اطلاعاتی که داره و حتی شاید من حالا میام حالا 30 سال پیش هم حالا 20 سال پیش که نویسم بگیم کردم راجع خانواده خودم میگم. مادر من اون موقع اینقدر لیست چیزها رو بهش نگاه میکرد که شاید من بهش براش حساس نبودم. الان نویسنده الان که الان مخاطب الان که دیگه خیلی بروزتر از نوشته قدیم من نوشتم برای این بهش خیلی سخته و بعد نمیدونه محدودیت های این برداره. ببین ما یک مرد میگیم ما هم دوست داریم چیزی بنویسیم جذاب که برای همه دنبالش بود ولی متاسفانه یه جاهایی سانسور میشه از یه و اتفاق یه جایی میفته که تو نمیتونی چیزی که میخوای رو دنبال بکنی. این خیلی سخت کار اذیت میکنه. یعنی یه کاری میکنه که مخاطب وقتی میشینه میگه که اما اولش حدس میزنه بازی این همین بستگی کار خلاقیت نویسنده رو میگیره برای اینکه در ادامه ماجرا بتونه چیزایی رو بسازه و خلق کنه که مخاطب براش جذاب باشه و نتونه حدسش بزنه. وقتی شما محدود میشین آفاس ذهنت هم با محدود میره جلوتون. من امیدوارم که روزی اتفاق بیفته که ما به عنوان هر کس هم به عنوان مدیریت به عنوان کسی که بالای این قضیه بسته ماجرا رو نگاه نکنه. یعنی مخاطب خودمون رو براش ارزش قائل بشیم. اون وقتی این ارزش قائل بشیم براش نویسندن راحت‌تر میتونه بنویسه، راحت‌تر میتونه ارتباط برقرار کنه و بعد نمیدونه که چرا ما خودمون رو محدود میکنیم. این ماجرایی که متاسفانه به نظرم سینما رو ما رو محدود بعد یه سری میان کار میسازم به عنوان جشنواره و میره بیرون و بعد حالا چون فکر میکنیم باید یه سری چیزها رو بزنیم با توی اون بخش و برای مردم جذاب بشه، واقعیتش نیست. ما خیلی چیزهایی داریم که خیلی چیز خوب و روز هست و راحت میتونیم که مردم رو بنویسیم از ماجراها استفاده. دقیقا همینطوره و حالا امیدوارم بهتر بشه چون ما الان روبرو شدیم با یک حجمی از تولیداتی که خب کیفیت در واقع اون کیفیتی که باید داشته باشن رو ندارن.
و به قول شما مردم ما آگاهن، مردم دارن میبینن و اینترنت وجود داره، جریان اطلاعات وجود داره و اینجا نمیتونی جلوشو بگیری، هر کاری بکنی جلوی قضیه رو نمیشه گرفت. متاسفانه مردم فیلتر میکنن، انتخاب میکنن، اون آثار کمتر امیدوارم فروش بره، ولی نگرانی ما به عنوان رسانه از این جانبم هست که مردم عادت میکنن آقای درخشان، و یک سر ترسمون از این هستش که نکنه آدم ها عادت کنن به همین تولیداتی که داره پیش روی ما هستش، و از اون طرف وقتی که با یک محصولات با کیفیتی روبرو میشن حوصله‌شون سر بره به خاطر اینکه در عمیق شدن عادت نکردن، خسته شد یا خستن حتی مردم. خیلی متاسفانه یه چیزی هم که باب شده همه رو سر میدن سمت نویسنده به عنوان کسی که خالق کاره حالا بعد کارگر. واقعا وقتی نویسنده آزادی فکری ذهنش رو نذارن خلاق بشه، من به نظرم خیلی آدم‌های مستعدی داریم که میتوانند خوب بنویسن، ولی این خوب نوشتن رو یه جای قیچیش میکنه و نمیشه این خوب درست در بیاد. ولی کسی که طراحی میکنه تو نوشتنه، ولی هر پلان و هر سکانسش طراحی داره بابت. وقتی شما وسط یه ماجرا یه سکانس میکشی بیرون، اون تمام اون خط ربطی ها از بین میره. برای همین به نظرم نباید بگیم که فقط ضعف نویسنده است. ضعف خیلی چیزاست که داده هم قرار میگیره، از کسی که تصویر میکنه ماجرا رو تا میرسه به اجرا، تولید، تهیه و اتفاقات خاصی که هست. این باید درست بشه. هر وقت این درست، من واقعا متاسفم که یه جاهایی ما به مخاطب خودمون احترام نمیذاریم. مخاطب ما میگه مخاطب میگه که واقعا باهوشه، واقعا این سری داستان ها شاید جلوتر از نویسنده حدس بذاره تو ماجرا. برای همین وقتی ما با چنین آدم هایی روبرو هستیم، باید کار خوب ساخته بشه و امکانش داده بشه برای نوشتن یک کار خوب. من میگم حالا چون یکی دو تا کار تو خارج از کشور هم نوشتم توی ماجرا، امکاناتی که اون تهیه کننده رو توی بخش نویسندگی به اون آدم نویسنده میدن مثلا یه چیز خاصه. یعنی شما، من الان شده تو ایران رفتم تو یه دفتر در بستن برای من گفتن آقا فردا فیلمنامه میخوام، مجبور بودم براشون فیلمنامه بنویسم، و شده یه جایی رفتم دو سال بعد وقت دادن که تو فیلمنامه رو بنویسی. همین خیلی تفاوت میکنه بابت این ماجرا. اصلا همینطوره. اما خب بستگی به نگاهی داره که اصلا به محصولات سینمایی وجود داره. بله متاسفانه میگم، ما به نظرم میگم امیدوارم که به خیلی دوستان بر نخوره، ما آدم های متخصص در فیلم سازی کم داریم، آدم هایی داریم که یه سری آدم ها روابطی وارد شدن تو سینما، و این روابطه که بعداً تجربه پیدا کنم بعد از مثلا دو سال سه سال که حالا بازم تجربه کاری است، این بخشش آکادمیک نیست، کارو خراب می‌کنه متأسفانه. اینی که سینما کاملا تخصصی است، اتفاقی که باید توش بیفته به نظرم حتی اگر آدم‌هایی هم می‌خوام روابطی با دوستان رو وارد کنیم، دوره‌ای براشون بذاریم، نذاریم که تجربهشون رو تو کار به دست بیارن که بعداً شاید یه کار لطمه بخوره به خاطر همین اتفاقاتش، یه کار بره بالا به خاطر این کار روابط و اون سوالا. من درسته. حالا با توجه به تجربه 30 ساله‌ای که شما دارین، و چقدر استقبال می‌کنین از آدم‌هایی که دارن جدید میان؟ چون حالا یه عده‌ای هستن که اوکی با روابط میان، ولی انگار یک استعدادی دارن، ولی نیاز دارن که اون بستر رو داشته باشن، کار بکنن، فعالیت بکنن. من به هر حال ببینید هر چیزی احتیاج به تزریق جدید، یعنی هر کاری که می‌خواید باید آدم‌های جدید ورود کنه. من با ورود استعداد مشکل ندارم، هر کسی با استعدادش رو داره میتونه ورود کنه، ولی با یه حالا خودم هم شاید بخش از سینما رو تجربی ورود کردم، یعنی اصلا ورودم به سینما قبل از اینکه دانشگاه برم شاید تجربی بود، ولی در کنارش سعی کردم که به اطلاعات روز رو به دست بیارم، یعنی اون حالم جذب کنه، نه اینکه فقط صرفا به دلیل اینکه خب الان خیلی از آدما اصلا از این کار میرن اون کار. میگم ورودشون ورود آشناییت یا فامیلی یا هرچی از این کار میفهمیدن کار دیگه، بعد برای خودشون رزومه درست میکنن و بعد من میگن که آقا من 30 الان 20 سال تو سینما، بله اوکی، ولی اینکه 20 سال چقدر تونستیم تو پیشرفت روند سینما تاثیرگذار باشیم، اتفاقات روز رو دنبال بکنیم خیلی مهمه. ما الان به نظرم اینکه با ورود آدمهای مستعد، آدمهایی که این کار هستن، نباید جلوشون بگیم، ولی کنارش باید بهشون آموزش هم بدیم.
کنارش هم بهشون بگیم آقا یه سری قوانین هست، صرفا قوانینی که گذشتگان گذاشتن قوانین درستی نیست، یه سری قوانین باید براش ایجاد بشه متناسب با روزی که ما روز بله با روز بعد اتفاقات خاص بیفته. برای همین به نظرم این که بتوانیم اینا رو شکل بدیم بهشون، آدم‌ها رو درست پرورش بدیم، میشه اتفاق خوب بیفته. میتونه آدم‌هایی داشته باشیم که اطلاعاتش و اطلاعات روز سینما باشه و بتونیم کنارش کارهای فاخر درست کنیم. من شاید خیلی وقتا یه آدمی که حالا جزء دوستان مثلا خدمات یه ایده هایی داشته باشه که منی که با من کارگردان میشینم اونجا میگه این چقدر جالب بود، فکرش چقدر خوبه، کمک میکنم واسه میام. صرفا فقط این نیست که بگی آقا این آدمه چون که مثلا رتبه کارش یا حالا ورودش چیز اطلاعات خوب و استعداد داره، ممکن یه ایده های خوبی داشته باشه که منی که با من کارگردان میشینم میتونم اجراش کنم، شکل خوب ازش به دست بیارم. همین کلیت کاری که به نظر خیلی هم عالی، خیلی ممنونم آقای درخشان، خیلی گفتگو خوبی بود، خیلی به نکات خوبی اشاره کردیم. من واقعا امیدوارم که ما در روند بهبود قرار بگیریم و آثار کیفیتشون بالاتر بره و همینطور منتظر آثار جذب شما هم هستیم. خیلی ممنونم، خواهش میکنم و ممنون شما که ما رو تا اینجا دیدیم. فعلا.